حمد و ثنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه السلام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال: شخصی که زکات فطر نداده است، نماز عید نخوانده است و حالا پشیمان است، چی کار باید بکند؟ زکات فطر فرض است که وقت و مدت آن معلوم است و اگر از وقت آن بگذرد پرداخت کرده نمی شود، پس قضا و کفارت ندارد. علما می گویند که واجب است بر کسی که زکات فطر خود را پرداخت نکرده و به سوی الله سبحانه و تعالی توبه کند و طلب استغفار نماید، زیرا او با ندادن زکات گناهگار است و بر او واجب است که آن را به مستحقان آن بپردازد. و البته پرداخت کردن آن بعد از نماز عید به عنوان صدقه از صدقات حساب می شود. حالا اگر به یگان عذر به تأخیر افتد، شخص باید توبه کند، باید مقدار زکات را به فقرا پرداخت کند. بعضی علما می گویند اگر به یگان عذر تأخیر کرده باشد، شخص گناهگار است، باید توبه کند و مقدار همان زکات را به فقیران بدهد. زیرا فقها اتفاق بر آن هستند که زکات فطر بر او واجب گردیده است. با تأخیر انداختن و بعد از نماز عید حتی به یگان عذر پرداخت کردن آن از گردن او ساقط نمی شود، بلکه همچو قرض در ذمه آن شخص می ماند. بنابراین واجب است که آن را ادا کند. سوال: حکم دادن صدقه فطر برای شخصی که وفات کرده است. علما میگن زکات فطر و با هر زکات دیگر برای شخص مرده داده نمی شود، برای آنکه شخص مرده دیگر مکلف نیست، مگر اینکه زکات فطر و یا زکات های دیگرش را در حال حیات نداده باشد، که در این وقت باید مقدار آن زکات را پس از مرگش میراث خوران آن پرداخت کنند. زیرا این زکات حق الله سبحانه و تعالی است که مانند قرض بر گردن او مانده است و تا آن زکات را داده نشود از گردنش ساقط نمیگردد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، حدیث در صحیح بخاری و مسلم آمده است، قرض الله اولاتر است که پرداخت کرده شود. سوال: دادن زکات فطر اعضای خانواده بر گردن کیست؟ دادن زکات فطر به هر مسلمانی که خرد باشد و یا کلان سال، زن باشد یا مرد، فرض عین است. یعنی باید برای اعضای همه آیله یک به یک واجب است که این را به انجام رسانند، به شرطی که پیش از برآوردن زکات فطر یک شبانه روز آنها مالک یک سا، یعنی دو نیم یا سه کیلو خوراک باشند. در حدیث از ابن عمر رضی الله عنهما آمد است که فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سو از خرما یا جو را به هر مسلمان، چی آزاد و چی غلام و چی مرد و چی زن و چی خردسال و کلانسال، به عنوان زکات خاتمه رمضان واجب گرداندند. بر طبق این حدیث به مرد لازم نیست که زکات فطر همسر و پدر مادر خود را بپردازد، اما اگر فرزندان وی به بلاغت نرسیده باشند، باز بر او لازم نیست که زکات آنها را بپردازد، چی فقیر باشند و یا چی غنی. اما اگر فرزندانش نابالغ باشند و مال ندارند، پس زکات فطر باید از مال آنها داده شود. ولی اگر دارایی و یا مالی نداشته باشند، پس در این صورت زکات آنها را پدرشان پرداخت میکند. گرچه آنها از پدرشان جدا شده باشند و یا همراه مادرشان باشد، در این حالت نیز پدر میتواند آن را پرداخت کند. سوال: حکم زکات کودکانی که پدرهایشان وفات کرده باشد. اگر کودک پدر نداشت، در این وقت زکات فطر آنها برگردن مادرشان است، یا کسی است که سرپرست آنها باشند بر عهده آنها است. علما میگویند بر مادر واجب است که
زکات فطری فرزندانش را در وقت نبودن پدر باید پرداخت کند و این قول ابو حنیفه و شافعی نیز آمده است. اما سرپرست خانواده نیز می تواند زکات اعضای آیله خود را زیر دستان خود را پرداخت نماید. همچنان که گفته شد بر او واجب نیست مگر در وقتی که فرزندان آنها نابالغ و صاحب مال و دارایی نباشند. سوال: حکم زکات شخص مجنون. اگر مجنون و دیوانه دارای مال باشد بر سرپرستان او لازم نیست که از مال خود زکات وی را بدهند و می تواند از مال او زکاتش را برارند. و البته بعضی علما فرمودند که زکات فطر تابع نفقه است، یعنی بر پدر یا سرپرست خانواده واجب است که زکات فطر کسی که نفقه آنها بر او واجب است و مانند زن و اولاد خود پرداخت نماید، مگر آنکه خود حاضر شوند، یعنی از باب ادای زکات، مگر آنکه خود زکات خود را پرداخت کنند. اما وقتی که آنها به مال و بایگری نرسیده باشند، دادن زکات فطر به سرپرستان واجب است، نه اگر صاحب مال باشند به سرپرستان واجب نیست. سوال: زکات فطر مهمان برگردن کیست؟ زکات فطر مهمان شب و روز عید بر صاحب خانه نیست و نیز زکات فطر کسی که در یک ماه مبارک رمضان در منزل کسی زندگی میکند یا اینکه غذای سحری و یا افطار نیز تناول میکند، مگر از باب فضیلت و احسان به جای آنها پرداخت کند.